حدیثی که در صحیح مسلم داریم که از ابیزر غفاری رضی الله تعالی عنه که خداوند متعال میفرماید یا عبادی لو ان اولکم با آخرکم و انسکم با جنکم کانو علا عطقا قلب رجل واحد منکم ما زاد ذالک فی ملک شیعا ای بندگان من اگر اولین شما و آخرین شما و انسانهای شما و جنیان شما بر قلب متقی ترین فرد روی زمین باشن یعنی همه انسان ها و همه جنیان از اولین نفری که اومده بر روی این دنیا تا آخرین نفری که از این روی این گیته میره اصلا قلباتون تقوای قلبیتون در واقع به مسابه یا بگیم مثل تقوای متقی ترین فرد روی این زمین باشه همه تون سر جمع ما زاد ذالک فی ملکی در ملک من الله چیزی اضافه نمیکنه بر ملک من الله متعال چیزی اضافه نخواهد کرد یا عبادی دنبال حدیث لو ان اولكم و آخركم و انسكم و جنكم کانو على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی دوباره اگر شما از اول که بشر اومده تا آخر همه اینها انسان ها جنیان بر بدترین قلبشون بد، مثل قلب بدترین انسانی باشه که بر روی زمینه همشون در, در واقع یک دست باشن این گونه باشن ما نقص ذالک من ملک شیعه یه چیزی از ملک من الله کم نمیکنه نه طاعت و عبادت و تقوی شما بر ملک خداوند می و نه گناهان شما در حقیقت و نافرمانی شما چیزی از ملک خداوند متعال کم میکنه و همان گونه که در آیات بسیاری از بیننده الله متعال این مفهوم به ما یادآور میشه ولا يحزن كل الذين يصارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا برسول الله میگه اونایی که در کفر زیاده روی میکنن تو در واقع غم اونها را نخور یا در واقع نگران اونها نباش اونها نمیتونن ضرر و آسیبی به الله متعال وارد بکنن و این تکفرو فان الله ما فی السماوات و ما فی الارض اگه همه شما کفر بورزید خداوند متعال این عظمت و این هستی که آفریده و این همه مخلوقات که در روی زمین و آ... در آسمان ها و زمین است و این عجایب خلقتی که الله متعال اونها را آفریده همه اینها از آن الله متعال اصلا ما انسان ها در این کره در واقع در این هستی خیلی کوچک به نظر میاد اما اون چیزی که ازان بیننده ما را مکرم و معزز میکنه و اون چیزی که مقام و منزلت ما را بالا میبره همین عبودیت اون چیزی که کرامت و شخصیت واقعی در میان این عظمتی که خداوند آفریده به ما میده ایزان بیننده عبودیت هست اینه که ما عبد و بنده الله متعال باشیم اینه که ما بندگی الله متعال رو یک تایی بکنیم در چنین صورتی که ما مقام و منزلت پیدا میکنیم ما عزت پیدا میکنیم حتی از فرشته ها هم مقام ما بالاتره چرا که ما مختاریم اما اونها خلقتشون تینتشون بر اینه که از خداوند فرمان برداری کنند لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون هرگز نمیتونن نافرمانی کنند و انجام میدن آن چرا که خداوند به اونها امر میکنه اما ما مختاریم خداوند راه خیر رو به ما نشون داده و راه شر رو هم در واقع شر و خیر رو مشخص کرده برای ما